مسئولان مؤسسه تحصیلات عالی بادغیس در حال از فراغت ده‌ها دانشجو از رشته‌های مختلف این مؤسسه خبر می‌دهند که دانشجویان تازه فارغ شده از حکومت می‌خواهند تا زمینه کار را برایشان فراهم نماید. به گفته مسئولان، تعداد فارغ شدگان به 155 تن می‌رسد که از بخش‌های تعلیم و تربیه، زراعت و اقتصاد از مقطع کارشناسی سند فراغت اخذ نمودند. په مجموع کې یو سل 55 کسان دي سیاحت باغو کې 8 د زراعت د پونځي څخه دي او 3 د تعلیم و تربیه د پونځي څخه دي او 4 بیا د دغه اقتصاد د پونځي څخه فارغین لرو. در همین حال شمار از فارغ شدگان نیز طی مصاحبه با آژانس خبری پژواک از فراغتشان ابراز خرسندی می کنند. این فارغان انتظار دارند که دولت در زمینه ایجاد کار برای آنان گام برداشته و از ظرفیتشان استفاده نماید. به گفته فارغ شدگان، در صورت عدم فراهم شدن زمینه شغلی ناگزیرند تا به کشورهای بیرونی مهاجرت کنند. خواستیم از دولت و از نهادهایی است وقتی که ما از بعد فارغ هستیم، ما بیکار هستیم، باید ما زمینه کار مساعد سازه تا ما بتوانیم که مو زحمت هایی که 4 سال کشیدیم و بروز کنیم. خوشحالیم که از رشته فارغ شدیم. خواستیم از دولت اینه که برای ما یک زمین کاراوی برای ما مهیا بکنن که ما از این دانش که ما مختیم از ما استفاده بکنن، ما مجبور بی نشیم که با کار شاق رو بیاوریم و به کشور خارج برویم. خواستیم از دولت همین است که بعد از اینکه ما 4 سال از پانتون فارغ شدیم به زمینه کار برای ما مساعد کنه که تا ما تقدیم جامعه شویم. با این وصف مسئولان محلی بادغیس نیز از جذب کادرهای علمی در بستهای خالی ادارات محلی این ولایت سخن میزنند. این مسئولان طی مصاحبه با پژواک فارغ شدگان را سرمایه کشور بیان نموده و میگویند در صورت خالی بودن بستهای دولتی آنان مصممند تا این فارغان را استخدام نمایند. کوم برخه کې چې تاسو تحصیل لري تاسو د تحصیل په موضوع کې به ان شاء الله موږ دې څخه ګټه واخلو او په کوم ځای کې چې زموږ ورته ضرورت او په غزا کې به دې استعمال کوو ان شاء الله. عزیز دا زموږ د دې لپاره اطمینان او وعده ده ان شاء الله. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان مؤسسه تحصیلات عالی بادغیس، در حال حاضر حدود 1000 دانشجو در این مؤسسه مصروف فرا گرفتن تحصیلاتشان در 5 رشته تعلیم و تربیه، اقتصاد، زراعت، محیط زیست و شرعیات هستند. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.